سلام دوستان گلم، نگین هستم. خب میخوایم با همدیگه زبان اسپانیایی رو یاد بگیریم. البته من خیلی وقته که دارم توی این کانال این زبان رو آموزش میدم، ولی خب کیفیت درس اول زیاد جالب نبود، به خاطر همین تصمیم گرفتم که این ویدیو رو مجددا براتون ضبط کنم. چند درس اول مربوط به حروف الف باست، امیدوارم که براتون خسته کننده نباشه، چون به هر حال نرماله برای خود من که همیشه اینجوری بوده و هست، ولی ازتون خواهش میکنم که هر چقدر هم درس های مربوط به حروف الفا براتون خسته کننده باشه تا آخر نگاه کنید که بتونید به هر حال کلمات رو بهتر و صحیح تر تلفظ کنید. خب بریم سراغ درسمون. لکسیون اونو، لکسیون اونو یعنی درس یک، لکسیون یعنی درس، اونو یعنی یک. ال آبسداریو، ال آبسداریو، ال آلفابتو، ال آلفابتو یعنی حروف الف با. به ال های کنارشون توجهی نداشته باشید، اینا بحث مفصلی دارن مربوط به گرامره که بعدها براتون توضیح خواهم داد. ان اسپانیول، ان اسپانیول، ان که یعنی در واقع در، و اسپانیول، اسپانیول یعنی زبان اسپانیایی. ال آبسداریو، ال آلفابتو، ان اسپانیول، حروف الف با در زبان اسپانیایی. خب حروف الفبا در زبان اسپانیایی از 29 حرف تشکیل شده. من در این درس فقط میخوام بهتون بگم که این حروف اسمشون چیه، اینکه چه صدایی دارن و چه جوری تلفظ میشن رو در درس‌های بعدی براتون توضیح میدم تا اینکه ویدیومون طولانی تر نشه. حالا اینکه اسم این حروف به چه درد میخوره یه مثال براتون میزنم. مثلا شما میرید یه جایی یا با یه جا تماس میگیرید و اسم و فامیلتون رو میگید و طرف مقابل متوجه نمیشه، اونجا مجبورید که حروف اسمتون رو تک تک به طرف بگید و به اسم این حروف نیاز دارید. خب بریم سراغ حرف اول. از سمت چپ حرف بزرگ و بعد هم حرف کوچیک. حرف اول ما اسمش آ هست. آ، آ، آی بزرگ، آی کوچیک. حرف بعدی حرف ب هست. ب بزرگ، ب کوچیک. حرف بعدی حرف س هست. س، س، س بزرگ، س کوچیک. حرف بعدی حرف چ هست. چ، چ. اسم این حرف چ هست. چ بزرگ و چ کوچیک و البته من یادم رفته بنویسم، ننوشتم، بذارید همین الان من اضافه کنم. بله، چه در واقع سی انگلیسی و اچ انگلیسی که کنار هم قرار میگیره تشکیل یه حرف جدید رو میده که در زبان اسپانیایی بهش میگیم چه. حرف بعدی د، د، د بزرگ، د کوچیک. حرف بعدی ا، ا، ا بزرگ، ا کوچیک. حرف بعدی اف، اف، اف. این حرف رو در زبان انگلیسی بهش میگیم اف، درسته؟ اسمش اف هست، ولی در زبان اسپانیایی اسمش اف هست. از سمت چپ اف بزرگ و بعد هم اف کوچیک. حرف بعدی خ، 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 خ بزرگ، خ کوچیک. حرف بعدی اچه، اچه، اچه. خب این همون اچ انگلیسیه که در زبان اسپانیایی اسمش اچه هست و تلفظ هم نمیشه، یعنی صدایی نداره، تلفظ نمیشه. حالا من در مورد صدای این حروف در درس‌های بعدی براتون بیشتر توضیح میدم. حرف بعدی ای، 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 ای بزرگ، ای کوچیک. حرف بعدی خوتا، خوتا، خوتا بزرگ، خوتا کوچیک. حرف بعدی کا، 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 کا بزرگ، کا کوچیک. حرف بعدی اله، اله، اله بزرگ، اله کوچیک.
این حرف در زبان انگلیسی بهش میگیم ال، درسته؟ ولی در زبان اسپانیایی اسمش اله هست. حرف بعدی ایه، ایه، ایه. ببینید دو تا ال در زبان اسپانیایی که کنار هم قرار بگیره تشکیل یه حرف جدید رو میده و اسمش میشه ایه، ایه. این که حالا چه صدایی داره رو من در درس‌های بعدی براتون میگم. حرف بعدی امه، امه، امه بزرگ، امه کوچیک. حرف بعدی انه، 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 انه بزرگ، انه کوچیک. حرف بعدی انیه، انیه، انیه. در واقع همون انه هست ولی حالا یه آکولات داره و بهش میگیم انیه و صداش هم همون انیه هست، مثل همون اسپانیول، اسپانیول یعنی زبان اسپانیایی. خب حرف بعدی او، او، او بزرگ، او کوچیک. حرف بعدی پ، پ، پ بزرگ، پ کوچیک. و حرف بعدی کو، کو، کو بزرگ، کو کوچیک. این حرف رو در زبان انگلیسی بهش میگیم کیو، درسته؟ ولی در زبان اسپانیایی میگیم کو. خب حالا اگر بخوایم این حروف رو از ای تا کو روون بگیم اینجوری میگیم، میگیم ای خوتا کا اله ایه امه انه انیه او پ کو. متوجه شدید؟ به اینا میگن اسامی حروف الفبا. حرف بعدی اره، اره. ببینید یه جورایی تشدید داره دیگه، اره، اره، اره بزرگ، اره کوچیک. حرف بعدی اسه، 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 اسه بزرگ، اسه کوچیک. حرف بعدی ت، 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 ت بزرگ، ت کوچیک. حرف بعدی او، او، او بزرگ، او کوچیک. حرف بعدی او ب، ببینید او ب، او ب. در واقع این همون وی انگلیسیه که اسمش در زبان اسپانیایی او ب هست، او ب. و صداش هم صدای ب هست. خب حالا در درس‌های بعدی بهتون میگم. ولی این حرفو در کشورهای آمریکای لاتین و تلفظ میکنن. پس اسم این حرف چی شد؟ اوبه، اوبه. حرف بعدی اوبه دوبله، اوبه دوبله. دقت کنید میبینید که این دبلیو انگلیسی انگار که دو تا وی انگلیسی یا دو تا اوبه کنار هم قرار گرفته، به خاطر همین بهش میگیم او به دوبله، او به دوبله، انگار که مثلا دوبله شده، دو برابر شده. خب حرف بعدی اکیس، اکیس، اکیس. در واقع ایکس انگلیسیه، اسمش در زبان اسپانیایی اکیس هست، اکیس، اکیس بزرگ، اکیس کوچیک. حرف بعدی ایکریکا، 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 درست شد؟ خب حرف بعدی ستا، 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 ستای بزرگ از سمت چپ و ستای کوچیک. خب دوستان امیدوارم که از این درس لذت برده باشید. تا درس بعدی خدا یار و نگهدارتون باشه.